سلام، به برنامه سینما با ما خوش اومدین. تو این برنامه در کنار شما با سینما ایران و جهان، با ما همراه باشین. ماه رمضان از فرصت سینمای افطار تا سحر استفاده کنید و این تجربه متفاوت رو به همراه خانواده و دوستاتون از دست ندید. اما پنج فیلم جدیدم روی پرده سینما اومده که توی این روزها برای داشتن مخاطب بیشتر با هم مشغول رقابتن و بد نیست با اونا آشنا بشید. فیلم به دنیا آمدن ساخته محسن عبدالوهاب با بازی الهام کردا و هدایت هاشمی و فیلم خانه دیگری به کارگردانی بهنوش صادقی و بازی پژمان بازیگر لیلا زاره. همچنین فیلم کمدی سامورایی در برلین ساخته مهدی نادری که پر از بازیگرای معروف و جالب اینه که نادر مشایخی پسر زنده یا جمشید مشایخی هم در این فیلم بازی میکنه. آقا جمشید که میگن شمایی؟ یه سامورایی هیچ وقت نمیتونه فارسی صحبت کنه. هر قدر ندار چشم آدم وقتی میتونه تو مملکت خودش خلاف کنه چرا بره تو خارج خلاف کنه؟ مادر نزاییده کسی که بخواد جمشید سامورایی به سر کار بزنه. سامورایی در برلین. نواز به کارگردانی پگاه ارضی هم بالاخره اکران شد و شهاب حسینی بعد از مدت ها با این فیلم روی پرده سینماهای ایران ظاهر شده. بعد دید از این فیلم چه استقبالی میشه. الو سعید، ببین اگه پیغام منو گرفتی بمون خونه، بیام یه کار مهم باهات دارم. دوست دارم. دوتا پسر اذیتم کردن، مطلب گفتن، کولمم کشیدن، افتادم زمین. با من لجبازی میکنی؟ آره ربه خود، لجبازی چی؟ از اونجا چه غلطی میکنی تو؟ از روزی به ترس که دیگه کاری به کارت نداشته باشه. اینقدر منو تهدید نکن سعید. باشه تقصیر من بود، من غلط کردم. کاش که تو به جای ما مرده بودی. بیشور جای غلط کردم گفت خوردم گفتنته. نبات، نویسنده و کارگردان پگاه ارضی. وکیل مدافع ساخته سلما بابایی و ورندال دوشتن در سینماهای کشور نمایش داده میشه. اونجا مجلسه، باید با قدرت صحبت. چه شعاری از این در میاد؟ حاجی اون شب چاییده شد. این آقا میخواد نماینده مجلس بشه؟ باورم نمیشه. یه خود ترس داره ولی راحت. ما یعنی میشیم خانواده شهید اون وقت؟ من که از قدیم تشنه شهادت بودم. بگو چی کار باید بکنم؟ خود من اولین نفری هستم که به تو رأی میدم. همچین که بری و برنده بشی و نماینده بشی خودت نفهمی چی شد. سلامات بفرستید. این دعوا رو توی من وکیل مدافع توپی تانکی هیچی نترسید. وکیل مدافع سردیسی که شبیه خودش نیست، تصویر مجسمه استاد مشایخی چند وقتی در فضای مجازی دست به دست میشه و خیلی ها از شباهت کم این سردیس به چهره جمشید مشایخی گفتن. این حاشیه اونقدر بالا گرفته که بالاخره این سردیس دوباره به کارگاه برگشته تا ایراداتش برطرف بشه و شبیه سازی بیشتر اتفاق بیفته. مهناز افشار و حاشیه هاش. چند روزیه که مهناز افشار از کشور خارج شده و در صفحش اعلام کرده که دلیلش ورکشاپ آموزشی یه هفته‌ای در آلمان هستش. همزمان شدن این خروج با احضار اون به دادگاه در پرونده کشته شدن روحانی همدانی باعث حرف و حدیث های زیادی شده. اونقدر که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده مهناز افشار نه حکم جلب داره نه ممنوع خروج شده. در ادامه گفته که تاکنون حکم جلب مهناز افشار صادر نشده و احضار به دلیل اینکه شخص خارج از کشور عملیاتی نشده. بازی تاج و تخت و دردسر طرفداران. آخرین فصل سریال بازی تاج و تخت هر هفته داره منتشر میشه و طرفدارانش تا قبل از دیدن آخرین قسمت منتشر شده باید مواظب باشن تا ماجرای اون قسمت که توی شبکه‌های اجتماعی لو رفته رو نبینن. باور کنیم دردسر بزرگ و هیچ کس به جز طرفدارای پرپا قرص این سریال متوجه نمیشن. Interesting thing about my father. When you play the Game of Thrones, you win or you die. You deserve more than a true friend. There is only one war that matters. The Great War. And it is here.
شخصیت سینمایی این برنامه ما اختصاص داده شده به عبدالحسین سپنتا، کسی که اولین فیلم ناطق ایرانی دختر لور رو در سال 1312 در هند ساخته. این در حالی که اولین فیلم ناطق در دنیا تنها 10 سال قبل از دختر لور در سال 1302 ساخته شده بود. سپنتا که در هند درس می‌خونده به خاطر آشنایی با اردشیر ایرانی که یک کمپانی فیلمسازی در هند داشته، در زمان ساخت اولین فیلم ناطق هندی در پشت صحنه اون حضور داشته و فکر ساخت فیلم ناطق ایرانی همونجا تو ذهنش جرقه می‌زنه. سپنتا در طول عمر خودش 5 تا فیلم ساخته. فردوسی، لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد از ساخته های سپنتا و جز اولین فیلم های ایرانی ناطق بودن. پس تو حالا مال لورها هستی ها؟ خیلی اینطور نیست. خلیقان اگر چه دازم بری در مثل همه لورها آدم جون مردی مردانگی دارد. مخصوصا سپرده تیکتی دست بی‌حرمتی به من دراز نکنه. فقط دیالوگ ماندگار این برنامه بخشی از فیلم گربه روی شیروانی داغ اختصاص داره. این فیلم در سال 1958 ساخته شده و کارگردان ریچارد بروکسه. با هم ببینید. سینما با ما رو با موسیقی سریال کیف انگلیسی به پایان میبریم. کیف انگلیسی به کارگردانی ضیاءالدین دوری در سال 1378 ساخته شده. سریال تلویزیونی که تنها حضور لیلا حاتمی و علی مصطفی در تلویزیون ایران بوده. با شنیدن این موسیقی زیبا بعد از 20 سال اولین برنامه از سری جدید سینما با ما رو به پایان میبریم. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خدا نگهدار.